اتباع خارجی برای ثبت نام نباید به مدرسه پول دهند این عنوان خبری است که دوشنبه 20 شهریور 1402 در خبرگزاری ایسنا از رئیس ستاد مرکزی ثبت نام دانش آموزان وزارت آموزش و پرورش ایران نقل شده است اما گویا واقعیت عملا متفاوت با آن چیزی است که سید مشتبا هاشمی از آن تحت عنوان دستورالعمل یاد کرده است برخی از اتباع افغانستانی مقیم ایران در گفتگو با خبرگزاری اخبارشی ضمن ارائه تصویر فیشهای واریزی گفتند بدون پرداخت پول امکان ثبت نام در مدارس ایران برای اتباع افغانی ممکن نیست با شروع سال تحصیلی جدید در ایران برخی از مدارس از اطبا و مهاجران خارجی به اجبار پول دریافت می کنند. بر اساس تصاویری که از فیش های پرداخت شده یه ارسال گردیده برای پایه های اول تا سوم مبلغ 700 هزار تومان و مبلغ تا یک میلیون و دویس هزار تومان برای فنی حرفه‌ای از سوی مدارس ایران به اجبار دریافت می شود و بر اساس گفته برخی از مهاجران افغانستانی در گفتگو با خبرگزاری اخبارشیه متاسفانه کسی پاسخگوی این نوع ظلم و بی‌عدالتی و نژادپرستی نیست. این در حالی است که حق آموزش رایگان و همگانی از جمله مواردی است که در زمره حقوق بنیادین بشر تلقی شده و در قوانین اکثر کشورهای دنیا به عنوان یک اصل مترقی گنجانده شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر این حق تاکید دارد. در قوانین ایران هم همواره بر حق تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه تاکید شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر به آموزش و پرورش رایگان و همگانی توجه خاص نموده است. در میثاق بین المللی حقوق و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آموزش و پرورش رایگان هم بر رایگان بودن آموزش تاکید شده و کشور ایران در سال 1354 مفاد میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را مورد تصویب و پذیرش قرار داده است سید مشتبا هاشمی رئیس ستاد مرکزی ثبت نام دانش آموزان وزارت آموزش آموزش و پرورش ایران روز 20 شهریور 1402 در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در پاسخ به اینکه آیا مدارس مجاز هستند از اطباء خارجی برای ثبت نام و به هنگام ثبت نام پول دریافت کنند گفت اینکه در بد به ثبت نام از اطباء خارجی پول دریافت شود خیر مجاز نیستند اما در طول سال تحصیلی این دانش آموزان نیز همانند دانش آموزان ایرانی بوده و باید در این بحث مشارکت کنند اما مدارس مجاز نیستند به هنگام ثبت نام رقمی را برای شهریه از این دانش آموزان دریافت کنند وی همچنین تاکید کرد اگر اطباخ خارجی شاهد این تخلفات بودند به آموزش و پرورش اطلاع دهند ما موضوع را حتما بررسی می کنیم